بسم الله الرحمن الرحیم. السلام به نام علیکم خداوند بخشنده، درود و رحمت و برکات خداوند بر شما باد. ما به شما به خاطر تلاش‌هایتان برای کشورتان و به طور کلی برای منطقه درود می‌فرستیم و دست مریضات می‌گوییم. از این رو لازم دیدیم تصویری از واقعیت صحنه عراق و احساس مردم عراق در قبال رفتار رژیم آخوندها و ولایت فقیه در عراق را ارائه بدهیم. این رژیم از گروه‌های سیاسی که همراه با اشغالگر آمده بودند و مقدرات عراق را به دست گرفتند حمایت کرد. سپس بعد از تشکیل گروه‌های مسلح به دنبال عقب نشینی آمریکا، حضورش با نیروی نظامی مؤثر تقویت شد. این گروه‌های مسلح و گروه‌های وابسته به ولایت فقیه بازوهای رژیم ایران در عرصه امنیتی عراق بودند و به این ترتیب توانست مقدرات سیاسی و امنیتی عراق را به دست بگیرد. علاوه بر این، رژیم آخوندها بازار عراق را پر از مواد مخدر کرد، صنعت و کشاورزی عراق را نابود ساخت و از توسعه پایدار جلوگیری کرد و از آنجا به طور کلی به منطقه گسترش یافت و در هر نقطه‌ای که اثری از آخوندهای رژیم بود دچار ناامنی، بی‌ثباتی و هرج و مرج شد، همانطور که در یمن، سوریه و لبنان اتفاق افتاد. از این رو عراقی‌ها احساس می‌کنند که عراق توسط رژیم ایران اشغال شده است و سلطه رژیم ایران بر تصمیم‌گیری سیاسی و امنیتی در عراق در همه زمینه‌ها موجب ناامنی، بی‌ثباتی و هرج و مرج شده است که هرج و مرج دیگری به وجود آورده. بنابراین ما به عنوان شهروندان عراقی برای پایان دادن به این وضعیت و تأکید بر مسئولیت جامعه بین المللی جدی هستیم. جامعه بین المللی نقش خود را باید بر عهده بگیرد، به ویژه که جامعه بین المللی در نابودی عراق به عنوان یک کشور و قدرت آن مشارکت داشته است و در نتیجه به رژیم آخوندی دست باز داد تا اهداف خودش را در منطقه گسترش دهد. بسیار سپاسگزارم. درود و رحمت و برکات خداوند بر شما باد. شکرا جزیلا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.